شاهزاده دینا منظورتون آقای رضا پهلوی، من ایشون رو از نزدیک بارها گفتم نمیشناسم و آرزوی موفقیت دارم، نظر خاصی ندارم. در واقع اساسا نظر من چه اهمیتی داره که در این در مورد آدم ها من سعی میکنم نظری ندم. در مورد مفاهیم صحبت بکنیم. بعد در مورد کسایی که توف کرده شده صحبت نکنید. یه عده هستن که خطا کردن، توف کردیمشون، تموم شده. حواس باشه. من که کارم هنر هست، اگر بدونم کسی 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله داره نه به جمهوری اسلامی میگه و پای این حرفش هم مونده و حداقل شفافتر از بقیه است، بهش جایی که لازم باشه نقد میکنم، جایی هم که لازم باشه ازش حمایت میکنم. بعد میگه شاه میبخشه، شاه قلی نمیبخشه. میاد ویدئو رو، این کار کثیفه، مثلا شبیه جمهوری اسلامی، یا اگه خود نفر انجام میده که بسیار کثیفه، اگه جمهوری اسلامی که خب دیگه الان میگه دیگه کار جمهوری اسلامی، فرض کنیم کار جمهوری اسلامی، ویدئویو میگیره مثلا یه جا من گفتم ما اون چیزی رو که توف کردیم دیگه نمیدونم مثلا پس نمیگیریم، این چیز اینا که مربوط به یک جریان دیگه، مربوط به یک سری از همکاران ما بوده، اون میاد بس میکنه مثلا به آقای رضا پهلوی، آ شاهین نجفی اومده زد رضا پهلوی هست. خب این کار دو حالت داره دو. یا کار جمهوری اسلامیه، یعنی یا کار نظم سیاسی که نگران همبستگیه، یا کار یک آدم هدفمند نادانه که تصورش بر اینه که الان چه اتفاقی داره میفته من بیام جای نجفی رو نقد کنم. نه نادان، تو داری نقد نمی‌کنی، این نقد نیستش، اسمش تقلبه. اگه نمیدونی که این ویدیو دستکاری شده است و داری پخشش میکنی، تقلب این کار، این خطاه، این کار غیر سیاسیه، این کار در جهت ضدیت با همبستگی سیاسی اجتماعی. حالا برو بزن تو سر خودت. آقای نجفی، این کاملا قابل درک هست که افکار و عقاید انسان‌ها راکد نیست و تغییر می‌کنه. شما فرد شناخته شده‌ای هستید و افراد زیادی شما فعالیت‌هاتون رو دنبال می‌کنن. اصلا خودتون چقدر به افرادی که دیدگاهشون رو در بازه زمانی کوتاه یا میان مدت پرشمار تغییر میدن اعتماد می‌کنید؟ ببینید، من معتقد نیستم که به صورت پرشمار در مدت کوتاه نظرات رو تغییر داد. و خودم فکر نمی‌کنم که چنین اتفاقی با من افتاده باشه. دوستان سوال کردن در مورد آقای رضا پهلوی. فرق از این که من تا حالا ایشون رو ندیدم، برخورد چیزی نداشتم، شخصی نداشتم با ایشون، ولی به نظر من آدم محترمی هستن. نظرات سیاسیشون هم که دیده بودم نظرات عمومیه که هر انسان، هر شهروند عاقل سیاسی به صورت عمومی پذیرتش. در مورد یه چیز کلی حرف زدن که خب طبیعتاً فکر می‌کنم همه بر سرش توافق دارن. الان سیاسی ترین موجود ایران رضا شاهه. جسد مومیایی رضا شاه سیاسی ترین موجود ایران. این جسد اگه بتونه تأثیرات جدی داشته باشه و درست هدایت بشه، به راحتی میتونه یک سیستم سیاسی رو کنفیکون کنه. بعد بی انصاف هم نباید بود واقعا، همین اندازه که الان چیزی که ما از مدرنیته میفهمیم رو منصفانه بعد از مشروطه اتفاق افتاد، یه بخشیشو با رضای پهلوی اتفاق افتاد و حتی محمد رضا هم بازم به همین شما که جنازه‌شو که تاریخی جنازه‌شو آوردن سنگ میزدید، که اونایی که تاریخ خوندن میدونن که عمر آواره کردید، که خودمون کردیم، که اینقدر الان روحت شاد روحت شاد، این ناشی از یه عذرخواهی هم هست دیگه. من میدونم صدا کن روح شاد، صدا کن بازم رضا خان دیگه میخوایم. این حرف سال خواست من نمیشتم. نه عزیز دل من، ما یه رضا خان نمیخوایم، ما 3000 تا رضا خان میخوایم، ما 1,000,000 رضا خان میخوایم. داد میزنم روح شاد، اون که به این مملکت آبرو داد، تبعیدی توده حزب باد، این جامعه چند تا رضا میخواد. اونم نوشته که مثلا پسر شاه چه قدرتی داره، چرا که نه، یکی از مهمترین قدرتایی که میتونه داشته باشه اینه که با یه بخشی از قدرت مسلط جهانی مراوده داشته باشه و به این ترتیب بتونن فشار بیارن. این فشارا رو نباید دست کم گرفت، ولی بحث اینه که ما این فشارا رو باور نمی‌کنیم. یک نکته خیلی جالبه،
خود آقای رضا پهلوی نمونه کسیه که سال 2012 از معدود آدمای سیاسی موجه بود که سر ماجرای نقی از من حمایت کرد و من همیشه هم ازش ممنون بودم. یه آدمی مثل شاهین نجفی نتونه از آزادی بیان خودش استفاده نکنه تو کشور خودش و باز بیاد توی کشور غریبه پناهنده بشه که در اونجا این تضمین‌های قانونی رو داره. ما به همچین جامعه‌ای باز بتونیم برسیم که اساس تولرانس و اساس دفاع از حق هر شهروندی حتی در بیان، حتی که بیانش زشت باشه رو داشته باشیم. اون مفهوم واقعی تولرانس و دموکراسی رو میرسونه، نه اینکه یه حکومتی بخواد فتوا ارائه بده که کی رو باز کشت داره یا عقیده که داره. در مورد اتفاقا بزنین صحیح بدونم، در مورد آقای رضا پهلوی من با جرئت میتونم بگم من تا الان چیزی در مورد فساد ایشون نشنیدم. پس اگر هر شخصی یا آدم بخواد آقای رضا پهلوی باشه یا هر گروهی یا هر سیستمی، اینها بیان توافق بکنن سر یک چیزی، سر یک سری از مفاهیم، مگه ما مریضیم؟ مگه مخالفت بکنیم؟ جایی از تاریخ هست که ما بهش بگیم که دست شما در نکنه؟ الله جلو بدید. یه عده ممکن ناراحت بشن، ولی ما چه خوشمون بیاد چه نه، باید از رضا خان بشه. از بگم رضا خان هر جوری که دوست دارید. از رضا پهلوی باید، از رضا پهلوی، ولی منظور رضا پهلوی، ما ناگزیریم که به اون دوره برگردیم. فقط رضا نیست، عده‌ای در اون همکاران رضا بودن که اونها آدم‌های فوق‌العاده تیزهوشی بودن، توی بخش‌های نظم محمد رضا پهلوی هم کمک کرد با همه نقدهایی که هست. هست این آدم به نظر من ممکنه این توانایی و پتانسیل رو داشته باشه که همه جریان ها خودشون رو با اون اسم تعریف بکنن. اون موقع باید بشه، چرا که نه؟ باید بشه. یک جریان انقلابی اعتراضی بدون این چهره شاخص به نظر من یه پاش میلنگه و ما الان این چهره شاخص رو به نظر من داریم. میشه سر اون چهره شاخص توافق کرد؟ خب نوشته الان برای چهره شاخص برای براندازی رژیم کی؟ خب چهره شاخص، ما یه چهره شاخص داریم، یه چهره شاخص داریم، یه سری هم چهره ناقص داریم. چهره شاخص یه چهره، چند تا چهره شاخص داریم؟ کی بخواد تلویزیون های لس آنجلسی یه نفر هست که با کلاس با ادب درس خونده است، موجه دیگه، مشخصه دیگه، سالمه، یه چیز وحشتناکی ازش بیرون نمیاد. بعد خب ببینید که من دارم در مورد یه رئیس جمهور حرف نمیزنم، من در مورد چهره شاخص یه جریان، یه جنبش دارم صحبت میکنم. این اندازه توانایی رو داره که تمامی جریان ها خودش رو در اون تعریف کنه. آیا دارد؟ آیا این پتانسیل رو دارد؟ به نظر من نوعی، من یه شهروند بی اندازه رأی دارم که بگم آره یا نه، من میگم دارد. تمام. آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی این پتانسیل رو دارد. می‌خوام اینجوری بگم، روشن و رک این پتانسیل رو دارد که چهره شاخص براندازی و قیام در ایران باشد. بله. یک انسان سالمی که من، آقا من تجربه شخصی می دیگه. تو نمیتونی به من بگی نه که. آقا من اینه، حال ممکن 10 سال دیگه یا خطا کرد باشه. پاشستم نه. من میگم طالع دیدم من پشت کسی وایستم یا بخوام زیر پرچم کسی برم، دارم میگم این آدم به نظر من سالم است. حالا ممکنه یه جمهوری خام سالم باشه، نشون بدید. الان دونه دونه من نگاه میکنم شخصیت ها رو، خب رصد میکنم. بچه دو روز نیست که وارد جهان سیاسی شدیم که نگاه میکنم نفر حرف میزنه من میفهمم. به همین ترتیب کسی که تجربه سیاسی داشته باشه در رابطه با من و مشخص میشه، من از اساس مثلا شفافیت، کسی که خودشو پنهان بکنه میفهمم، منم اگه خودمو پنهان بکنم توی تیزهوش سیاسی باید بفهمی، نفهمی تقصیر خودته. ماجرا اینجوریه، شفاف داریم میگیم. حالا بچه‌ها رو می‌بینم کیا چجوری دارن پیش میرن، بر همون اساس نگاه می‌کنم، می‌بینم این بچه‌ها سالمن، این گروه سالمه، این جریان حمایت می‌کنن. تو تظاهرات هم به همین ترتیبه، تو تظاهرات جمهوری خواه رفتم، تو تظاهرات پادشاهی خواه هم رفتم. بحث من ایران است، منافع ایران، مصالح ایران، سنت تاریخی ما، نشانه‌های تاریخی ما و هر اون چیزی که مربوط به اینه. آلترناتیوی دارید شما؟ اگر آلترناتیوی هست و ما نمی‌دونیم، نمی‌شناسیم، خب کیه؟ کجاست؟ ما که داریم یه رهبر نمیتراشی، مرد تراشیده شده. این آقا اگه داریم به عنوان وکیل، حالا اسمش هر چی بخوای بزنیم، از این کلمه وکیل هم زیاد خوشم نمیاد واقعا، چی بخوای، به هر عنوان میخوای به عنوان یک راهبر دوره گذار تا اون موقع بهش نگاه بکنی، ولی یکی اومده میگه تا کی، تا کی، تا موقعی سقوط جمهوری اسلامی، بعد از اون سری آدم میره کنار، باقی به آنجلو. تو همین فاصله فرصت خوبیه که اعصاب بشینن با هم دیگه، نیروها شکل بگیره، جریان های متفاوت شکل بگیره، سر اینا که توافق بکنیم یا از نقطه A به قرار بریم نقطه C برسیم. این یه کسی ممکنه مثل من به عنوان یک کسی که مسئله شکاکیت سیاسی، مسئله نقد سیاسی، مسئله پرسشگری، اینجوری نیست که وارد فاز ارباب رعیتی بخواد بشه، نمیدونم آقا بالا سر فلان اعصابشو نداره، میاد من که اون روشی که گفتم دیگه، یه دو تا حمله میکنه، میبینم بازی کجاست، این چیزی که داری میگه درسته، میبینم درست. با رسانه وکالت به کی داری تو؟ ملتی که درگیر نونش هنوز نمیدونه اصلا با چی طرفه، وکیل کی هستی تو؟ تو چند پول خود از دیگران میگیری که؟ ما نظمی میخوایم که بتونیم قدرت رو به چالش بکشیم،
نه اینکه امروز ما بیایم فلانی رو به چالش بکشیم یه دفعه یه مش چماقدار اینترنتی هم بریزن اونجا. من آدمی رو دیدم که این آدم تو بدترین شرایط از من دفاع کرد. بعد از اون دفاع من بهش حمله کردم. بعد از اون حمله ها این آدم اومد به نام ایران در راستای همبستگی و نزدیک شدن همه تیف ها و گروه ها، من داشتم که بچه اینجوری مثلا چیزی که اعتماد نداره فلان، آروم اومدم جلو گفتم نه اصلا بازی یه جای دیگه است. آدمه چشم مدلی سیره. آدمه قدرت رو دیده، شهرت رو دیده، پول رو دیده، توجه رو دیده و امروز اینجوری نیست که دو تا دوربین بیاد جلوش دست پاش بلرزه به قول گیلکا چکه بر بزنه. اینجوری نیست که مثلا یه پولی بهش بدی اینو بخری. اینجوری نیست که مثلا بیای بهش بگی من تو رو مثلا بیا من تو رو شام میکنم، من تو رو رئیس جمهور میکنم، من فلان کنم. یعنی چی؟ یعنی یک ایده ای داره، یک اراده ای داره و یک نگرانی داره. اینو داره با یه ایده ای در میان میذاره. اگر فردا روز یکی بیاد بهم بگه شاهین تو اشتباه کردی، میگم خب من کدام بودم؟ من هوش سیاسی درست نداشتم. بعد فهمیدم نه این آدم پس خیلی متبحر بود، خیلی شیاد و کلاش بود که من اینقدر نفهمم. نه، اگر اون موقع چنین چیزی بشه من اول خودم شک میکنم. امروز بر اساس تجربه شخصی میگم که ما با کسی طرف هستیم که سلامت سیاسی داره، سلامت مالی داره. من حداقل چیزی نتونستم، یعنی رفتن دنبالش ها من پیدا نکردم که چه بدونم این شخص توانایی و سلامت و مشروعیت و مقبولیت اینو داره که از نقطه A تا نقطه C ما رو برسونه.